که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیات هاست گره اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. برای فاطمه صدا ما شناست، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج، وعلى ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، لا سيما مولانا ومولى الكونين بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيام السوگواری آل الله علیهم السلام هست. با هم دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو زمزمه کنیم. عرض تسلیتی به محضرشون باشه، توجهاتشون رو به این مجلس و محفل جلب کنیم. همه با هم هر کجای دنیا که هستید با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیه الحجة ابن حسن صلواتك عليه و
و علام آبام فی ها ذه سا و فی کل سا و لیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلی الله علیک یا مولای یا صاحب الزمان، عظم الله لك الأجر، ربط الله قلبك بالسام، أحسن الله لك المثل. يا أبا صالح المهدي أدركني ولا تهلكني، مه مبارک در ابر آرمیده بیا آقا جانم، مه مبارک در ابر آرمیده بیا، امید آخر دلهای داغ دیده بیا، به طول غیبت و عشق مدام و سوز دلت که جان شیعه ز هجران به لب رسیده بیان آقا جان، به خاطر مانه ز پشت در بشنو ناله های فاطمه را، به سوز سینه آن مادر شهید بیام، عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون، تو را صدا زند از هنجره برید بیام، به مادری که لبش از آتش زده تبخال، به شیر خاره انگشت خود مکید بیام، به آن سری که به دیدار دخترش آمد، به کودکی که به ویران آرمیده بیا، بیا به جان رقیه هوا پس است، دستم به دامنت، به خدا شیعه بی کس است. عرض تسلیت به محضر مقدس آقا و مولامون بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، هدیه به مادر بزرگوارشون حضرت نرجس خاتون، انبه مکرمشون حضرت حکیم خاتون، پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری، امام هادی، همه آبا و اجداد طاهرینشون یک صلوات و سوره قدری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند متعال برای هدایت بشریت 124,000 پیغمبر فرستاده است و ما من نبی الا و له وصی، هر پیغمبری یک وصی، یک جانشینی هم دارد. 124,000 پیغمبر و 124,000 وصی پیغمبر خداوند متعال برای هدایت بشریت فرستاده است. در روایات ما هست که همه انبیاء اولوالعزم و بقیه ائمه برای به نبوت رسیدنشون، شرط به نبوت رسیدنشون اقرار به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان طاهرینشون بوده است، و نه تنها اقرار به ولایت امیر المؤمنین بلکه تک تک ائمه اطهار علیهم السلام، از بعد از امیر المؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و نه فرزند پاک از امام حسین علیه السلام تا آخرین امامان، آن قیام کننده به حق که
یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. همونطور که میدونید هر جای قرآن وقتی که از مؤمنین خطاب میکند یا در روایات اهل بیت علیهم السلام خطاب مؤمن داریم، مؤمن منظور شیعه 12 امامی هست، مؤمن منظور شیعه 12 هست، به اینها میگن مؤمن، نه یک امام کم و نه یک امام بیشتر. شیعه 12 شیعه 12 امامی مؤمن میشود. همه انبیاء مؤمن بودند، همه اوصیاء اونها مؤمن بودند، مؤمن بودند به 14 معصوم، مؤمن بودند به نبوت آقا رسول خدا و اینکه ایشون آخرین پیامبر خداوند هستند و بعد از ایشون امیر المؤمنین علی علیه السلام جانشین اینها هستند و بقیه ائمه. یعنی اگر کسی در طول تاریخ بعد از امیر المؤمنین رفت سراغ کسی دیگه، این دیگه مؤمن نیست. بعد از امام حسین علیه السلام اگر کسی رفت، فرض کنیم رفت سراغ محمد حنفیه علیه الرحمه، اگر رفت سراغ اون، این دیگه مؤمن نیست. بعد از امام حسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام امام مفترض الطائه بودند، بعد از امام سجاد امام باقر، امام صادق، اگر کسی بعد از امام کاظم نرفت سراغ امام رضا علیه السلام، این باز هم از اون دایره ایمان و از دایره شیعه بودن خارج هست. همونطور که الان متاسفانه یک سری فرقه های انحرافی به وجود اومدن، میگن ما 24 امامی هستیم، 13 امامی هستیم، نمیدونم، اینها همش حاکی از اینه که از دایره تشیع خارج هستن. کسی مؤمن است، کسی شیعه 12 امامی است که اقرار به این 12 امامی که آقا رسول خدا این بزرگواران رو نام برد. همه انبیا علاوه بر این که اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان طاهرینشون کردن، بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بر مصائب ایشون هم گریه کرده اند. از جمله از آنها حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که اون ترک اولایی که کرده بود که خداوند به او گفته بود از این درخت نباید بخوری و حضرت آدم از شیطان گول خورد که اونجا داره در صحبتهایی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با حضرت آدم کردن که موسی تعجب کرد از حضرت آدم که تو چرا خدا بهت گفته بود از این درخت نخوری، از این درخت خوردی؟ حضرت آدم جواب حضرت موسی رو داد که ای موسی، من گول خوردم، اینطوری نبود که اسیان خدا رو بکنم. شیطان خودش رو به شکل ماری در آورده بود، اون مار اومد به من گفت خدا اون ممنوعیت رو از اون شجره ممنوعه برداشته است و اونجا قسم دروغ خورد اون مار که خود ابلیس بود در روایات داریم و من باور نمی کردم کسی قسم دروغ بخوره، هم دروغ بگه و هم قسم دروغ بخوره. جریاناتش مفصله، نمیخوام وارد این بحث بشم، اما وقتی که این اتفاق افتاد، این ترک اولا را انجام داد، ما شیعه قائل به عصمت همه انبیا هستیم، 124 هزار پیغمبر اینها همه معصوم بودن، اما عصمت به قول طلبه ها تشکیکی است، یعنی درجات داره. یک موقع هست در درجه اعلای عصمت هست که 14 نور پاک علیهم السلام هستن، اینها درجه بالای عصمت رو دارن، بالاترین درجات عصمت رو دارن، بعدش هم میاد پایین تر، انبیا، اوصیا، اینها هر کدوم یک سری از درجات عصمت رو دارن. به خاطر همین هم هست که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن که کسی رو با ما مقایسه نکنید، کسی را با 14 معصوم مقایسه نکنید. یعنی حتی حضرت آدم و آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام قابل مقایسه با 14 نور پاک نیستن. حضرت نوح قابل مقایسه با امیر المؤمنین علی علیه السلام نیست. همه انبیا این 14 نور پاک تافته جدا بافته هستن، خلقتشون فرق میکنه، جسمشون با جسم بقیه فرق میکنه، روحشون با روح بقیه فرق میکنه. این 14 نور پاک
از بقیه مخلوقات حسابشون جداست. لحاظا حضرت فرمون لا یقاس بنا احد، هیچ کس رو با ما اهل بیت مقایسه نکنید، هیچ کس رو با ما 14 معصوم مقایسه نکنید. اهل بیت علیهم السلام هیچ اشتباهی درون زندگیشون انجام ندادن، هیچ ترک اولایی به اصطلاح متکلمی، ترک اولا یعنی ترک کار بهتر، بهتر بود این کار رو انجام نمیدادن. حضرت آدم ابوالبشر نه اینکه گناه کردن، نه ایشون معصوم بودن، اما بهتر بود که این کار رو انجام نمیدادند. از حضرت آدم ابوالبشر توقع این نبود که این کار را انجام دهد. این توضیح این مطلب و مقدمه. حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام وقتی خداوند از بهشت او را روند، چندین سال در زمین زندگی کرد و به توبه و انابه پرداخته بود، از خدا درخواست توبه می کرد، استغفار می کرد، اما توبه اش مورد قبول واقع نمی شد، تا اینکه یک روز جبرئیل به او یاد داد که چطور باید توبه کند. وقتی که جبرئیل علیه السلام نازل شد بر آدم، گفت آدم اگر میخوای خدا توبت رو قبول کنه، من 5 اسم یادتو میدم، این 5 اسم رو اگر خدا رو به نام این 5 اسم قسم دادی، خدا توبه تو رو قبول میکنه. اون 5 اسم نام آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین بود. حضرت آدم شروع کرد یکی یکی خدا رو به این اسما قسم داد. یک وقت شروع کرد گریه کردن، رو کرد به جبرئیل، ای جبرئیل این 5 نام مبارکی که اسمهای اینها رو یاد من دادی، هر کدوم از این نامها رو می بردم احساس خوبی در من به وجود می اومد، اما به این نام آخری که رسیدم، به نام حسین ابن علی علیه السلام که رسیدم، اخذتن العبره، گریه گلوی من رو گرفت. این حسین ابن علی این قضیهش چیه؟ و اونجا جبرئیل شروع کرد روزخانی بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و به او گفت حسین ابن علی فرزند آخرین پیغمبر است و او را با لب تشنه میان 2 نهر آب شهید می کنند. اونجا بود که اولین روزه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اتفاق افتاد. نوشتن که وقتی که حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام وارد زمین شد، از حوا جدا شده بود. این روایت رو تبرکن و تیمونن عرض به محضرتون میکنم. نوشتن که ان آدم علیه السلام لما هبط الى الارض، وقتی که آدم ابوالبشر هبوط کرد به سمت زمین، لم یر حوا، حوا رو ندید، فصار یطوف الارض فی طلبها، شروع کرد زمین رو گشتن دنبال حوا میگشت، فمر به کربلا، در این حالی که دنبال حوا میگشت رسید به کربلا، فغتم و ضاق صدره من غیر سبب، یه دفعه دید که ناراحت شده، غمگین شده، سینه اش تنگ شده، و عثر فی الموضع الذی قتل فیه الحسین علیه السلام حتی سال الدم من رجله، از اون جایگاهی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسونده بودن، از اونجا که رد شد یک اصابتی در پاش به وجود اومد، پاش خون جاری شد. خیلی تعجب کرد، فرفع رأسه الی السماء و قال، سرش رو به سمت آسمان بالا برد، گفت الهی هل حدث منی ذنب آخر فعاقبتنی به، خدایا مگه من یه گناه دیگه انجام دادم که منو داری عقاب میکنی؟ توبه کرده بود دیگه، یه گناهی انجام داده بود، توبه کرد، گفت خدایا گناه جدیدی انجام دادم، اشتباهی انجام دادم، ترک اولایی انجام دادم که من دچار این مصیبت شدم، از پام خون اومد، ناراحت شدم، غمگین شدم، گریان شدم، فانی طفت جمیع الارض و ما اصابنی سو مثل ما اصابنی فی هذه الارض، من همه زمین رو گشتم، این مصیبتی که در این زمین من دچارش شدم جاهای دیگه دچارش نشدم، فاوح الله الی، خدا به آدم ابوالبشر وحی کرد، یا آدم ما حدث منک ذنب، تو گناهی انجام ندادی،
پس چرا این اتفاق افتاد؟ ولکن یقتل فی هذه الارض ولدک الحسین علیه السلام ظلما، اما در این زمین فرزند تو حسین ابن علی به ظلم کشته می شود. فسال دمک موافقتا لدمه، این که از پای تو خون جاری شد مواساتی بود با امام حسین علیه السلام. دقت بکنید، نه تنها فقط برای حضرت آدم، حضرت شیخ الانبیا حضرت نوح علیه السلام همین اتفاق در کربلا براش افتاده، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل براش این اتفاق افتاده، حضرت سلیمان کان یجلس علی بساطه و یسیر فی الهوا، حضرت سلیمان وقتی که داشت در آسمان سیر میکرد رسیدن به زمین کربلا، یک گردبادی آمد، اومدن در زمین کربلا و نزل البساط و فی ارض کربلا، اومدن وارد کربلا شدن. فقال سلیمان للریح لمسکنتنی، چرا منو اینجا فرود آوردی؟ فقالت، باد گفت ان هنا یقتل الحسین علیه السلام، اینجا حسین ابن علی کشته میشه، تو باید بیا اینجا. فقال و من یکون الحسین، حسین کیست؟ فقالت هو سبط محمد المختار و ابن علی الکرار، اینجا کشته میشه، تو هم اینجا باید گریه کنی، تو هم اینجا باید مواسات کنی با فرزند رسول خدا، سبط پیغمبر آخر الزمان. فقال و من قاتله، قاتلش کیه؟ باد گفت قالت لعین و اهل السماوات والارض یزید، یزید است لعنت الله علی. فرفع سلیمان یدی و لعنه و دعا علی و امن علی دعائه الانس والجن، حضرت سلیمان حشمت الله لعن کرد قاتلین امام حسین علیه السلام رو و نوشتن که همه انسان ها و اجنه آمین گفتن برای این لعن، این دعایی که حضرت سلیمان انجام داد. حضرت آدم، خدا با حضرت آدم گفت فسال دم و که موافقتن لدمه. بعد حضرت آدم به خدا گفت خدایا یا رب ایکون الحسین علیه السلام نبی، یا امام حسین نبیه پیغمبره؟ قال لا، نه پیغمبر نیست، مقامش از پیامبران بالاتر است، اون مقام امامت دارد. وقتی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام، حضرت فرمود وقتی که مقام نبوت رو بهش دادن، بعدش مقام رسالت، بعدش مقام خلت رو بهش دادن، تازه بعدش بعد از امتحانهایی که ابراهیم انجام داد مقام امامت رو بهش دادن، مقام افتراز طاعت رو بهش دادن، مقام امامت داره. نه اون پیغمبر نیست، ولکنه سبط النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت آدم گفت و من القاتل، در همه انبیا هست که اونها از قاتل سوال میکنن و قاتل امام حسین رو لعن میکنن، این خیلی مهمه. من القاتل له، قال یزید لعین و اهل السماوات والارض. فقال آدم علیه السلام فأی شیء اصنع یا جبرئیل، جبرئیل چی کار کنم؟ جبرئیل یاد داد به آدم العنه یا آدم، لعن کن قاتلین امام حسین علیه السلام. نوشتن فلعنه اربع مرات، حضرت آدم چهار بار یزید رو لعن کرد. و مشا خطوات الى جبل عرفات فوجد حواء هناک، چهار بار دشمنان و قاتلین آقا امام حسین علیه السلام رو لعن کرد، چند قدمی گذشت حوا که چند وقت بود پیداش نکرده بود او رو پیدا کرد. یاد بگیریم از حضرت آدم، هر کس هر حاجتی داره رأس همه حوائج فرج مولامون آقا امام زمان علیه السلام باشه، یاد بگیریم از حضرت آدم که اگر کسی دعایی داره اولا خدا رو به این پنج تن مقدس، پنج تن آل عبا قسم بده و لعن کنه بر دشمنان اهل بیت، لعن کنه بر قاتلین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امروز عرض توسلمون به محضر مقدس قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام هست. نوشتن که وقتی آقا ابوالفضل العباس علیه السلام به دنیا آمدن، قنداغه رو آوردن خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روایاتش مفصل، مختصر عرض میکنم. آقا امیرالمؤمنین تا بچه رو دیدن شروع کردن دستان مبارک آقا ابوالفضل العباس علیه السلام رو بوسیدن. ام البنین سلام الله علیها
مادر دلش سوخت یا امیر المؤمنین، نقصی در فرزندم هست؟ آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن خدا به احسن وجه فرزند تو رو خلق کرده، اما دارم این دست ها رو میبوسم، مواضع سیوف رو دارم میبوسم، جاهایی که این شمشیرها بر این دست فرود می آیند و این دست ها قطع میشه در راه حسین ابن علی. حضرت ام البنین سلام الله علیها شروع کردن گریه کردن، آقا امیر المؤمنین تسلیت دادن ام البنین سلام الله علیها رو که خدا در عوض این دو دست در بهشت دو بال به عباس می دهد، هر کجا که بخواهد می رود و پرواز می کند. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا الفضل العباس، یا قمر العشیر، یارا 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 یارا، تب و تاب دلم برای تو، ای کاش میرش سر من روی می به جای تو، منو میکش و غصه های تو، فهم گریه بچه های تو، سخت این روز برای روز خونا، با این روز پیر شدن خیلی جوونا، خیلی سخت باورش آخه چجوری، زیر سم شکسته شد اون استخونا. ای خدا وای، کربلا وای، نینوا وای، کشتنت وای، بیگناه وای، یک سپاه وای، وای حسین وای. دل من شده بیقرار تو، تو این صحرا خود زینب غمگسار تو، به فدای غم مزار تو، سر خاکی و نی سوار تو، گرگایی که پیرهن پاکت رو بردن، ما رو دست جمع نامحرم شمردن، دیشب دخترت میگفت یادم نرفته، تشنه بودیم و جلو ما آب میخوردن، تشنه بودیم و جلو ما آب. یا اخا وای، بچه ها وای، بی پناه وای، می زدن وای، سنگ به ما وای، ای خدا بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجام. السلام علی المهدی و علی آبا. دوباره بزم عزای باز مرسی خانی، دوباره سفره روزه، دوباره مهمانی،
سلام حضرت صاحب عزا که از چشمت جدا نخواهد شد ابرهای بارانی. در این مقام که تنها برای محرم هایست سپاس از این که مرا اهل خیش می دانی. امام زمان تو ارث برده ای از مادرت که روز و شب چنین عجین شده با گریه های طوفانی. آقای من دوباره روزه بخوان تا که بشکند قلبت، دوباره آه بکش تا مرا بسوزانی. یا صاحب زمان، یا صاحب الزمان، بران شهید قریب به خاک و خون قلتان، رواز چشم جهان تا ابد شود گریان. چرا که گریه کند روز و شب امام زمان؟ روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، بماند از حرکت ذوالجناح و از جولای. دلا رو روانه کنیم اون لحظه قربت و تنهایی ابی عبدالله. نه قلب اهل حرم تا به آن مصیبت دار، نه چشم های اتش خیز خواب راحت دار، نه آن امام دگر یاوری به قربت دار، نزل جناح دگر تا به استقامت دار، نسید و شهد بر جدان طاقت دار. آی بمیرم هجوم نیزه و شمشیر ها فزون گردید، صدای هل هل از شش جهت برون گردید، زمین به لرز در آمد به رنگ خون گردید، حواس باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اس سرنگون گردید، ز خاتمه همه پیغمبران نگین افتاد، شکوه قامت آن محشری محشر آفرین افتاد، ز جمع آل کسا نور پنجمین افتاد، بلند مرتبه شاهی
ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. آی بمیرم به هر مرحله ای که ابی عبدالله به میمنه یا میسره حمله میکرد میومد رو تل زینبیه، میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله، یه نیرو میگره، یه خبرم به این زن و بچه میداد هنوز حسین زنده است. اما بمیرم ساعتی بر این اهل خیمه گذشت، دیگه خبری از آقا نیامد. خواهرش زینب صدا زد، ام کلثوم خواهرم جلوی درب خیمه بیست، این زن و بچه به بیابان نروند، من برم ببینم از برادرم خبری میگیرم یا نه. ای امام زمان آمد و آمد تا رسید، دید برادر شما سره کردن. یبن الازن چجور برادرشو نجات بده؟ یه ناله زد دختر امیر المؤمنین، اما فیکم مسلم، آیا یه مسلمان بین شما نیست؟ یبن الازن بین این همه نانجیب نگاش به عمر سعد ملعون افتاد، صدا زد و فرمود یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ دارن داداشمو میکشن و تو نگاه میکنی؟ مقاتل نوشتن از چشمان نحس این ملعون عشق جاری شد، صدا زد برید کار حسین رو تمام کنید. یبن الحسن آی بمیرم، حسین میدونه اینا رحم ندارن، آقا میفهمد و میداند اینا حیا ندارن، از همین بین دست و پا و این همه نیزه یه نگاه به خواهر کرد و فرمود او خیه ارجعی الالفستا، زینب برگرد خیمه نبینی، امر امر امام زمان است. خواهر اومد تو خیمه ی آقا زین العابدین، داره گریه میکنه، عمه چه خبر؟ چی بگه به آقا؟ یه مرتبه دید زمین داره میلرزه. امام فرمود عمه جان پرده خیمه رو کنار بزن ببینم چه خبر شد. آخ بمیرم، یه مرتبه ببین سر حسین بالای نیزه. سری بلند به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین سالار زینب، حسین دورت بگردم. اما بمیرم، اومد برا دیدن برادر، یا صاحب الزمان یبن الحسن، چه گذشت به عمه جان شما؟ بدن پاره پاره برادر رو در بر گرفته، داره روزه میخونه. داداش تو را به قارت و قوقات
سپردم و رفتم به عشق دیده زهرا سپردم و رفتم برای بردن عمامه تو دعوا شد تو را به آن همه دعوا سپردم و رفتم 1950 زخم جسم تو را به آه و زاری و تاها سپردم و رفتم دو بیت التماس دعا امام زمان علیه السلام به سید سامر رایی فرمودن سید به دوستان و شیعان ما بگو هر وقت برا مصائب عمه جانم گریه میکنن بر فرجم دعا کنن این دو بیت به قصد فرج عزیز مادرم از بس که قطعه قطعه شدی تو را به سینه صحرا سپردم و رفتم تو را که میوه قلب علی و فاطمه ای غریب و بیکس و تنها سپردم و رفتم اما بمیرم حرفم تمام نمیدونم چه کردن یه مرتبه صدای ناله دختر ابی عبدالله بلند شد یا ابا انظر الی رؤوس المکشوفه و انظر الی عمتی المضروبه بابا باشو ببین عمه‌مو دارن میزنن همه صدا بزنیم مظلوم حسین مظلوم حسین بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلا و بره الخفا إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.